سلام های گرم و صمیمانه خدمت شما عزیزان به برنامه دیگه از رویدادها از تلویزیون کانال زدید خیلی خوش آمدید. ما در این برنامه به رویدادهای مهم انقلاب ایران میپردازیم و با توجه به اخبار و مسائلی که هلوهوش انقلاب ایران هست سعی میکنیم اینها رو این موضوعات رو پوشش بدیم. من حسن صالحی هستم و مهمان برنامه این برنامه ما کاظم نیکخواه هستش. کاظم نیکخواه خیلی به این برنامه خوش آمدید. با درود به شما و همکارانتون تشکر میکنم. کاظم نیکخواه، انقلاب مردم ایران باعث شده که در میان حکومتیام اینها به بحث و شور بپردازن که اعتراضات چرا شکل گرفته، دلایلش چی، و به بررسی و تجزیه و تحلیل این مسائل هم بپردازن. جلسات متعددی معمولا میگیرن. یکی از این حکومتی ها به اسم سید محمد سعد که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامه در گفتگویی با سایت جماران اظهار نظر کرده در مورد اعتراضات مردم و من جمله گفته اگر تذکرات ما رو رعایت میکردن که با خانم ها با زنان برخورد فیزیکی نمیکردن، اگر دانشگاه ها رو اینقدر نیروهای انتظامی نمیریختن و اگر رسانه ها مثلا یه طوری آزادتر بود که مردم حرفشون منعکس میکردن و یا بستری برای اعتراضات مردم درست میکردن، شاید وضع به اینجا کشیده نمیشد. به نظر میرسه که تو جمهوری اسلامی یه عده نقش پلیس خوب و به اصطلاح مهربان رو بازی میکنن و یه عده نقش پلیس خشن، چون که در حالی که این حرف رو این آقا میزنه تو خیابونا دارن مردم رو میکشن و قربانه میگیرن از مردم. ارزیابی شما از این حرفا و صحبت ها چیه؟ بله، ببینید، بحث پلیس مهربان و خشن نیست، بحث بر سر فشار انقلابه که شکاف انداخته تو طبقه حاکمه از بالا تا پایین. یعنی شما مثلا چند روز قبل اژه‌ای اومده بود که من جریانات سیاسی همه مردم بیاین، من گوشم بازه، حرفاتون رو بشنویم، ایرادات رو هر جور باشه برطرف میکنیم. این اژه‌ای رو که میشناسیمش، یکی از جلادان جمهوری اسلامی، یا مثلا یکی از اصولگرایان باز همینجوری حرف میزنه که قرار نیست که مردم رو چرا سرکوب میکنین و فلان و همه. یه شکاف و اختلافاتی توشون بالا گرفته که خودش رو به صورت اینکه یارو همین که گفتین عضو مجمع مصلحت نظامشون هست میاد اعتراض میکنه و ایراد میگیره و اینا، برای اینکه به جایی رسیده اوزا که میبینن بازندن، وضعیتشون به خطر افتاده و بعد برمیگردن نگاه میکنن که اگر اون اقدام نشده بود، اگر قتل مهسا امینی اتفاق نیفتاده بود، اینا گویا نظام سر جاش بود، در صورتی که واقعیت این نیست. مثلا اینه که مردم منزجرن از این حکومت، مردم میخوان از شر این حکومت خلاص بشن و اجازه نمیدن این چنین جنایاتی بیشتر از این صورت بگیره. عکس العمل های وسیع نشون میدن، خشم خودشون رو بیان میکنن و این فشارها هم جمهوری اسلامی رو منزبی کرده. شما نگاه کنین مثلا ورزشکارا، هنرمندا، هنرپیشه ها، نمیدونم، کسانی که قبلا با جمهور کنار جمهوری اسلامی بودن مثل اصغر فرهادی، نمیدونم، شهاب حسینی، اینا برگشتن علیه جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن. یعنی موقعی که اینا رو نگاه میکنین معنیش اینه که جمهوری اسلامی چهار تا آدم درست حسابی دیگه دوربر خودش نداره. با این حال کاظم، اجازه بدید صحبتتون رو قطع بکنم بگم. من یه سوالی که داشتم این بود، با این حال خود شخص خامنه‌ای وقتی اظهار نظر میکنه خیلی پرخاشگرانه با این به این اعتراضات برخورد میکنه و میگه که اینا نمیتونن اختشاشگر اسم میبره، میگه نمیتونن درخت تنومند اسلام رو از جا بکنن و از این حرفا میزنن. به نظر میرسه موضع بسیار تندتری داره خامنه، اینطور نیست؟ به نظر من راستش خامنه ای هم نسبت به خودش موضعش خیلی تند نیست. یعنی اینا الان اعتراضات وارد هفته چهارم شده، هفته اول گفتن که مردم رو میکشیم تو خیابون و دو هفته این موضوع
برای 2 هفته هم سوخت نداره، به اصطلاح دوام پیدا نمیکنه. بعد رفتن گفتن حافظان قرآن و این مردم قرآن آتیش زدن و معترضین اینا از این نوع تحریکات کردن، تظاهراتشون جدی نبود و اعتراضات هم بیشتر از قبل گور گرفت. خامنه ای هم اومده میگه تفکیک کنین، یه عده آدم های بدی نیستن که فریب خوردن غیره و غیره، یه عدهشون که فریب نخوردن به اصطلاح جزو عوامل دولت های بیگانه و اینا هستن، اینا رو به هر حال سرکوب میکنه. میخوام بگم به طور واقعی آنچنان محکم هم خامنه ای حرف نمیزنه، یعنی جرأت نمیکنه، چون میدونه که وضعیت آنچنان محکم نیست و تصمیمشون رو نگرفتن. به طور واقعی من ارزیابی مینه تصمیمشون رو نگرفتن، وضعیت روشنی ندارن، دوچار سردرگمی است جمهوری اسلامی فلحال. اینکه بعدا چیکار میکنه من نمیدونم. الان هم دارن میگن اتفاق بدی نیفتاده، سعی کنن آروم بکنن و غیره، و در این حال تو خیابونا مردم رو میزنن و تظاهرات هم تو شهرهای بیشتری گسترش پیدا کرده، اعتراضات بیشتر گسترش پیدا کرده، مردم تعرض میکنن به بسیج و نیروهای انتظامی و غیره. این جنگ و جدال تا اینجا کاملا به ضرر جمهوری اسلامی پیش رفته و این وضعیت جمهوری اسلامی رو دچار سردرگمی، اغتشاش، پریشانگویی و اینها کرده. یعنی اینها رو من میبینم تو آره. بالای حکومت. ولی کاظم نیخا این بسیار مقشوشی دارن. کاظم نیخا این آقایی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، سید محمد سعد، جزء به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب حکومت محسوب میشه. الان 2 خردادی های سابق اصلاح طلب های حکومتی یه طوری فعالتر شدن. آیا این میتونه برگ برنده ای در دست جمهوری اسلامی باشه که با این برگ احیانا یا توسط با این اصلاح طلبان حکومتی بتونه جلوی اعتراضات انقلاب مردم رو سد بکنه یا مهار بکنه؟ نه. به نظر من نه، مطلقا اینطوری نیست. یعنی تلاش میکنن اصلاح طلب های حکومتی، بالاخره بخشی از حکومت هن. اینا همون اولش که 1 هفته نگذشته بود از اعتراضات، مثلا اون روحانیون مبارزین ها گفتن که امان ندین به معترضین، موضعشون این بود، یعنی کاملا کنار حکومت وایستادن و که بزنین و فلان اینا، چون میترسن، میدونن که اینا وضع این حکومت اینجوری است. و بعد شروع کردن نق زدن. بعد یکیشون گفته بود که تاجزاده رو آزاد کنیم بیاد بره، با اینکه اصلاح طلبی دیگه زمینش رو تو جامعه از دست داده، خودشون میگه، ولی بالاخره تاجزاده رو آزاد کنیم که بره با جوونا حرف بزنه، گویا مردم منتظرن تاجزاده بیاد باشون حرف بزنه. به نظر من وضعیت جمهوری اسلامی به طرف اتحاد جناح نمیره، به طرف افتراقشون میره، بیشتر به هم ریختن، بیشتر به هم میریزن، بیشتر از هم جدا میشن، مثل همه دیکتاتوری ها و حکومت های سرکوبگر وقتی که وضعشون به اینجا میرسه بیشتر علیه هم دیگه حرف میزنن. به نظر من اصلاح طلب ها هم بیشتر سرنگونی طلب میشن تا اینکه بران به طرف خامنه ای و دفاع از نظامشون. کاظم نیخا 2 دقیقه فرصت داریم و من سوال آخرم رو مطرح میکنم کوتاه، لطفا جواب بدید. این آقای محمد سعد، سید محمد سعد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه، گفته که اگر ما یه رفرم های و اقدامات اقتصادی انجام بدیم شاید بتونیم سرصدای مردم رو بخوابونیم. چقدر این امکان پذیره؟ آیا جمهوری اسلامی امکانش داره همچی کارهایی بکنه یا چگونه؟ ارزیابی شما چیه؟ تصور من این است که ببین، اولا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، ولی یه نکته مسلمه، اوضاع جامعه ایران بعد از این اعتراضات به قبل بر نمیگرده. یعنی حتی اگه جمهوری اسلامی سرنگون نشه با این انقلاب فعلی، اوضاع اینجوری نیست که برگرده به اینکه بتونن حجاب و اختناق و گشت و ارشاد و اینا رو تو خیابونا بریزن و مردم رو سرکوب کنن. در نتیجه ما با یک حکومت عقب رونده شده مواجه خواهیم بود. حتی میگم اگر جمهوری اسلامی ته ماجرا سرنگون نشه، ما با یک حکومت شکست خورده طرف خواهیم بود
که خود به خود تأثیراتی میذاره، ولی این نیست که جمهوری اسلامی اصلاحات میکنه. جمهوری اسلامی از حجابش نمیتونه کوتاه بیاد، از قوانین اسلامیش نمیتونه کوتاه بیاد، ولی مردم مجبورش میکنن که عقب بشینه. خیلی جا این ارزیابی من این است. کاظم نیخا، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تشکر. دوستان عزیز، ممنونیم که با ما همراه بودین. تا برنامه دیگه از رویدادها براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. شاد باشید.